خب اولین کاری که میکنین چی است؟ مشکلات هم منعیس مسئله در زندگی ببینین. مشکل در زندگیتون آمد شما چی بگین؟ ای یک سوالک ریاضی واره، یک مسئله است میخوایی میره حل کنم. اول همین نامش تغییر میتیم ما و شما از امروز، چون مشکلات یک ذره بار سنگین داره. اون مشکلات این مسائل بسیار خوب در زندگی ما آمده، ما میخوایم حل کنم. ما تکنیک ذهن خود استفاده کنم، ما انجینیری ذهن خود دایی به کار میبرم که مسئله رو چطور حل کنم. اگر نترسی معلوم میشه، یک داستان جور کردن، میگه یک نفر تنبلستان بود، استاد ریاضی سوال حل میکردی، بیچاره هم خواب بود، خواب بود، اصلا دشتی خوابش بود. استاد داخل دو سوال گفت که دو سوال حل نشد، هرچی کردی میگه حل نداره شاگرد، ایزم دایی خود سرگردان نسازی. در وقت رخصتی تنبلک بیدارشی دید دو سوال از خیال کرد کار خانگیس یادداشت کرد، رفت در خانه تا صبح سر اجزامت کشت در دو سوالی را که استاز گفته بود حل نمیشه، آورد که حل سوالاتی را استاز کارخانگی را حل کردم. خیال کرد کارخانگی است، نوامیده بود که حل نمیشه، اگه میفته حل نمیشه خوب شروع نمیکرد. اما وقتی فکر کرده بود که حل میشه زحمت کشید حل شد. اگه شما بگید ای مشکلات، همون جا دیگه خلاص است. همین ای مسائل میخوایم حل کنم، میبینی چقدر ذهنت راهی زیاد برات میده. تو خانه نترسانیانی از چیزی. اولین کاری که میکنیم مشکلات از امروز به بعد منعیس مسائلی میبینیم در زندگی که واقع شده. دوم، یادتان باشه دوستای از نازنینه، تا زمانی که کاری نکنین اشتباه نمیکنین. اشتباه کسایی میکنه که کار میکنه. من همیشه یک شعار دارم برای دوستا، میگم دوستای عزیز خبر دارین، ما تا بالی هیچ وقت فوتبال نباختیم، یک تا گکم گل نخوردیم. هی میگم چک سرتان حق دارم، هیچ گل نخوردیم. اما میفهمین چرا؟ چون ما تا بالا این میدان فوتبال داخل نشدیم، حتی نمیفهمم طول عرضش چقدر است. خب معلوم دارست من گل نمیخورم. از مکه دو کسایی که رفته 10 تا گل هم خورده، هر کدامش از مکه خوب فوتبال میتونه، هر کدامش خوب فوتبال میتونه. این که ما اشتباه نکنیم افتخار نیست، یعنی کار نکردیم. آدم بزرگ اشتباهی بزرگ میکنه. مثال میتونم، اگه شما یک کسی که مثلا یک کراچی گگ داره که کل سودای 500 است، 100% تاوان کنه، 500 افغانی تاوان کرده، اما یک کسی دیگه 10 میلیون دلار سرمایه‌ش است کار میکنه، 1% هم تاوان کنه به مراتب زیادم کرده، بیشتر تاوان کرده. یعنی آدم بزرگ اشتباهی بزرگ میکنه. بعد از این کسایی که میبینین در زندگی اشتباه کرده، ملامتش نکو، از تو کده آدم خوب بوده، رفته دنبال یک کاری که از توانایش تو بالاتر بوده، میخواسته با جنبای پنهانی بدن خود آشنا شوه. تو به دل خود دل بسوزن، به او دل نسوزان، به خود بگو من چقدر بی‌جرأت هستم در زندگی که هیچ وقت دنبال یک کار چالش برانگیز نرفتیم. بنان اشتباه کردن مشخصه آدمایی است که کار میکنه. یادتان باشه در زندگی ما حتما مشکلات، موانع، تنگناها، سختی ها، اینا حتما موجود است. زندگی هیچ کدام ما نیست. اگر فکر میکنی زندگی تنوز مشکل نداشت، تو زندگی را آغاز نکردی، تو هنوز دشانه پدرت هستی، تو با پای خود را رفتن نگرفتی. اگر هنوز در زندگی تو مشکل ندیدی و حل نکردی، تو هنوز آدمگری را شروع نکردی. راستش برات بگویم، تو هنوز داغوش پدر هستی که میبره تو مشکلات حل میکنه. بنان زندگی کل ما مشکلات داره، ولی اگر روش بلد باشیم بسیار خوب میتونیم مشکلات حل کنیم. یک گپ دیگه میکنین، یک خوب مشکلات مسائل گفتین، لغات تغییر بتین، بسیار مهم است. از امروز دیگه هیچ مشکلات استعمال نکنین در زندگی. ما غیر می سمینار ما هم دیگه استعمال نمیکنیم، یعنی ما سر حل مسائل صحبت میکنیم. یک کار دیگه میکنین، به جایی که بگی شکست خوردم، بگی تجربه حاصل کردم. دیگه نام شکست بان تجربه. کلمه معادل شکست چی؟ حاصل کردن تجربه. نگو ای خدا شکست خوردم، افسرده شدم. نه، تجربه نو به دست آوردم. ادیسون، روشنی که امروز استفاده میکنیم، 9999 دفعه گروپ جور نمیشه. آدم های تنبل 9 دفعه یک کار نشد رها میکنن. دوستایش میکردی سون بس از دیگه، هیچ حیا نداری، چقدر میخوایی شکست بخوری؟ 9999 دفعه شکست خوردی بس است. میفهمین چی جواب میده؟ میگم 9999 دفعه شکست نخوردیم،
9999 طریقی گروپ جور نکردن یاد گرفتم. اینه تو گروپ جور نمیشه، اترام گروپ جور نمیشه، اترام نمیشه، کل راهی که نمیشه را تمتیان کردم. فقط دیگه راه بر جور نشدن نمانده، یک راه دیگه مانده که راه جور شدن گروپ است و گروپ جور میشه. بنان مهم است که تو چقدر در زندگی استعمال کلماتت متوجه میباشی. از امروز دیگه نگو شکست خوردم، بگو یک تجربه به دست آوردم، یک تجربه به دست آوردم. خب دوستای از نازنین، اگر شما این مشکلات چی است؟ مشکلات به موضوعاتی گفته میشه که ظاهرا کری و بد معلوم میشه، که انسان ها دوست نداره در زندگیشان واقع شود، ولی همیشه باز مثل ظاهرش بد نمی باشه. بعضی وقت باز موشمالی می بینیم که خوبا می باشه، چیریش زشت است اما خودش خوب است. این رقم من می مونه قوارش درست اما قلبش بسیار خوب می ربان است. مشکلات این رقم موارسته. خب قواره نداره اما احساس داره، احساسش خوب می باشه. بعضی وقت شما می بینیم بازم ترست، بعضی وقتا هم رقم شما می باشه مقبول مقبول اما بسیار خطرناک. خب بسیار خطرناک هم می باشه. دوست عزیز نازنینم، ببین مشکلات اگر ما به چند بخش تقسیم کنیم، یکی مشکلات ذهنی است، عملا هیچ گپی نیست، تو در ذهنت برات مشکل جور کردی که نامش ما تشویش میمونیم، نامش تشویش میمونیم، استراب. این در بیرون کدام گپی نیست، تو فقط در دنیای ذهنیت برات مشکل جور کردی. و مردم ما اکثر اینا مترس، کل چیز زندگی جورسی در ذهن خود بر خود مشکل جور کرده. و معمولا این مشکلات با چی شروع میشه؟ با جمله اگر چنین شود، اگر امتحان ناکام بونم. هنوز خود نماندی درست هم خوانده رو ایستی، نه اگر ماندم چطور میشه؟ خبر گریه کن چطور میشه؟ اگر شوهر نیافتم چطور میشه؟ دا خدا پیدا میشه بیاد ما این خانه هست میهن بعضی ها آماده ازدواج نگو، تو از اون پیشنی نکو، پیدا میشه، خدا میره ولی شرایط سخت نمیمونه، دلار ارزان میشه، قیمت ها پایین میشه، یک چاره میشه. آنی و خدا بچه ها از بس که شرایط زندگی سخت آمده، من میگم هنوز بچه ها بیغیرت نشده، زندگی سخت است، پیسه کم است، یک ذره شما شرایط ازدواج پایین بیارین، طلاق کم بخرین، محفله خورد بگیرین، ببینید چقدر ازدواج ها پس رونق میگیره. حالا دلار یک ذره اوزار خراب ساخته، یک سرکش درد میکنه، میگه اگه سرم سرطان داشت چی میشه؟ میگه خوار گلم، برادر نازنین، مثال از بچگانه شوه، برادر نازنینم، امکان سرطان دمی سن خودت یک بر ده میلیونم است، یک بر ده میلیونم، یعنی از ده میلیون یک نفر. میگم یک نفر اگه من باشم چی؟ نکو بلیاز خدا. میبینین در ذهن خود ما بر خود جور میکنیم مشکله، عملا اون مشکل وجود نداره، مشکل ذهنی را خلاط من توقف بده. دیگه مشکلات خودم را رشد میده، غیر مشکلات ذهنی که آدم را خراب میکنه. از ذهنت برای، از ذهنت برای، اگر که میده ذهن نیامد بگو خدا هست، اینی جواب بر جمله اگر باشه. اگر موتر زد خدا هست حفظم میکنه، نکنین از آلی اگر آینده را امروز افسوزش نخورید. نی دکتر صاحب اگر شد با چی میشه؟ باز آدم قبول میکنه، مثل صد تا مشکل دیگر قبول که تو رو قبول میکنه، این گپی نداره. ولی تو هنوز نشده خود رنج میدی، هنوز نشده تو خود رنج میدی، که شد باز خیره، یک راه حل برش پیدا میکنیم، یک سیمینار باز میمونیم بر کسایی که موتر زده چی کنن، کسایی که سرشان سرطان شده چی کنن، اون باز جدا سیمینار میمونیم. ولی حالی که نشده را خود رنج نتی، خود رنج نتی. خب این یکی مشکلات ذهنی است. دوم مشکلات طبیعی که نامش هم میمونه، مثل که زلزله میشه، مثل سیل میام. ها دکتر صاحب کتامینو چی کنیم؟ کتامینو چیز کرده نمیتونیم. اول اگه میفهمی مثلا این منطقه زلزله خیز است، اینجا خانه جور نکن، برو طرفکش جور کن، خانه تو کمی قوی تر جور کن. در خیر از بس بار خدا به خدا، چیزی که سر عام است سر مام است. سیل که آمد که کلی گیره برد تو هم خدا پرد دماغ بگم ممکن دگاه میرم تو نگریز پت نشو، او است، او سر کل ما است. بس خوب است افغانستان که تو زلزله ای زیاد نیست، زلزله های آسان آسان نگام تکان میته، دم یک سال دو سال نگام تکان اکا داد، اما هیچ کدام گپ دیگه نمیشه. تو زلزله های بچه ترسانک است، از خواب بیدارت میکنه، اگام دفعه از خواب بیدار نمیشه. خوب کدام گپ سیل خوبی از افغانستان نمیکنه که او سیل بیای،
از اینکه مشکل خشکسالیش سخت است. مشکلات تعبیرم که ما شما هیچ کاری کچ کرده نمیتونیم میپذیریم. اما مشکل سیوم بعضیا میگه این مشکل از جانب خداست برای من. تقدیر خدای مشکل چرا؟ اگر تو کسی هستی که باورمند بیستی که مشکل از جانب خداست، خیلی لطفاً چند گپ یاد داشته باش. اگر باورت بیست که مشکل از جانب خداست، در اینجا چند تا گپ باید حل داشته باشه. اول برای من خود یک فرمول دارم. مشکل از جانب خداست، من باورم بیست که خدا عادل است و حکیم، ذات عادل و حکیم که دوباره عدالت برقرار میکنه. خیلی مشکل که برای من قداده یک پاداش به مراتب بزرگترش هم در نظر گرفته. من باور خودم نیست. اگه روایت دینی هم داریم، تو در زندگی که دی زندگی سختی ها میده، او دنیا قدر پاداش برد خدا هم میده که تو میگه کاش مشکل زیاد میبود. بنان اگه باورت به اسکی مشکل از جانب خداوند است، خیر یادت باشه که چند تا حکمت ده او است. من حکمت ها رو نام میگیرم برد. بعضی وقت تا این مشکل میتونه یک تنبیه برد تو باشه. تو درگیر تقلب هستی، تو یک گوشتوی میده که بس است، چقدر میخوای گناه کنی، چقدر تقلب، چقدر جام زدن، تو رو دوست داره، نمیخوای برید می مسیر، تو رو توقع. مثلا تو یک شیر فروشی داری، شیر امرای او میکس میکنی، یک موترک هم داری بار میکنی، میری در شهر میفروشی شیر او، میفروشی شیر او، بگیرین شیر او، شیر او. این حال خدا نمیخوای تو غرق گناه شده بری، یک روز میری ده موتر تکر میکنه کله، یا یک مریضی میره گواکاید میمره. اینی جاست که تو رو بندیم نکن تقلب. خیر دیگه از جانب خدا که میدانی که مشکل آمد، یک دفعه توقف کو، بپال زندگی ته. کجای زندگی خرابی داری؟ کجا به جان دگاه میزنی؟ کجا آرام است؟ امور اصلاح کو. خیر اگه باورت بیست که خدای مشکل آورده، خیر میخواه که تو تقلب بس کنی، گناه رو بس کنی، مسیرت راست شوه. به جای از یک شکایت او خدایا چرا؟ ای بگی نیجی کار خراب است، اون کار اصلاح کن، مشکل دیگه حل میشه. ای یک. دوم، اگر فکر میکنی از جانب خداست و تو آرام هم نمیخوری، خیر تدبیری است بر جلوگیری از مشکلات بیشتر. یک مشکل برات آورده که از یک مشکل کلان دیگه نجات پیدا کنی. مثل که طوفان شد، خانه گنجشکه خراب شد، دو تا چوکای خدا گرفتم تو غر زدم میرفت که خدایا هیچ خانه نمونده بود، این قگک اومدن ده سر شاخ زمین تو رام نگرفتم، چرا خراب کردی؟ گفت گنجشک جان پایین سعی که چی مار کلانی اومد رئیس که تو چه جای ته بخوره. من گفتم خانیت خراب شوه اما مار نخورید. بعضی وقت از دان مار نجاتت میده. مثل میگه یک تجار قرارداد داشت، ساعت 12 دبی، 8 پرواز طیاره بود. ساعت 7:30 از خانه حرکت کرد، در راه آمد که موتر پنچر شد. او خدا هیچ رقم وضعیت است، این سو پنچری خود تا پنچر رو میگرفتن، هجله رفت در میدان که پایین شد، دروازه بسته شد، گفت طیاره دیگه پرواز میکنه. ای بانین، مرا نمیشناسین، من تجار هستم، چی رقم وضعیت است؟ 10 میلیون دلار سرمایه گذاری کردیم، میخوایم امضا کنم، ده او عاید دارم، یک قال مقال داد و ویلا، گفتن نمیشه، طیاره پرواز کرد رفت. یه مت قال مقال میکرد، نق میزد سر از اینا، خدایا چی رقم است، چی وضعیت است؟ دمی قال مقالش هنوز آرام نشده بود که اعلان شد که طیاره که پرواز کرده بود در اثر خرابی هوا با کو تصادم کرد و تمام سرنشین از بین رفت. خدا شکر، خدا شکر که من نرفته بودم در طیاره، تا بیشتر داد و ویلا میکرد. خدا شکر که نرفته بودم. ای داستان معلوم نشه، شما پرسان کنین 11 سپتامبر که شد، یک نفر صبح قهوه سر چاش خالی شد، سر گلاس سر چاش، قهوه سر لباسش ریخت، طرف لباس خود تبدیل کنه، دید که برج پرانده، یک دقیقه لباس تبدیل نمیکرد، رفته بود تیرام زده بود. یک نفر دیگه ساعت خود به ساعت ساز داده بود، کتش واده کرده بود دکم 8 ساعت هم میگیریم که وظیفه میره، با آمده بود که ساعت جور نشده، تا کت از این قال مقال داره میبینه که برج ریختر رایسته. میبینین؟ او سر ساعت ساز تا بال قال مقال داشت، حال شاید 100 دلار هم داده باشه که بگم 100 دلار میگه شکر که ساعت ما وقت جور نکدی. بعضی وقت یک مشکل اگر از جانب خدا برات آمده، تو از یک مشکل کلانتر نجات میده. نکوار خطایی توی تو نشده هم از زیاد شده. بعضی ها قصه کرده میگه موتر اینجا پنچر شد، تا دو چارای دم انفجار شد، نمیشد من دو چارای رسیده بودم. بعضی وقت یک مشکل کلانتر تو را، خیلی چرا تو داد و واویلا میکنی؟
هر وقت مشکل آمد من ایسا آدم مثلا خدایا از کدام مشکل کلا نجاتم دادی؟ دوستت دارم خدایا. یکی ببینه چی بنده است مشکل آورده من از میگه دوستت دارم. پاداش نمیته تا خدا میته برات پاداش میته. میگه اینمی بنده واقعا که سیمینار رفته سیمینار رفته. خب بنده های سیمیناری و غیر سیمیناری فرق میشه دیگه، فرق میشه دیگه. که مشکل هم میبینه میایش سیخ میشه، اما تو که میبینی میگه خدا جایزه است، خدا با پالم کجا حرام است. سکو چقدر دید خوب است، چقدر دید خوب است. اگر کسی فکر کنه در قالب روانشناسی هم جور نمیه، ولی مرا می خوشم میه. خب تو مشکل در زندگی تو اومد بپال کجاش خراب است، کاربار ترام کجاست، ایر بپال اصلاح کو کیر اسد مرا سند کیر اقش خوردی. یا به خدا از مشکل کلا نجات پیدا کردم و جو ازی که داده وایلا کنی. یا اگه تو میگرامم نیست از مشکل کلانم یک کار دیگه خیر از ده کار خداوند ترفیع است. بعضی وقتا میخوای تو بالاتر بری، یک مشکل میاره زینی پای میشه بر تو بر بالا رفتن. مثال برات بدم، تو یک مترک تاکسی داری، از این تاکسی گکای والگای روسی سابقه، غر غر شار میگردی، دودام میکنی، اتمسفیر هم خراب کرده، رسی روز صدر پا کار کرده میری. یک روز میری موتر ماشین جام میکنه، دود از جوش کرده خراب. ای خدایا یکم موتر های لکس ماندی، این والگا که مرا خراب کردی، این چی وضعیت است؟ این شسیارو چرا خراب نکدی خدایا؟ ات گفا میری خانه یک هفته بیکار ماندی، ماشین موتر سخته. یک هفته بعد رفیق زمینه فلانی تو فلانه فاکولتر خوانده بودی آه تامل چی میکردی؟ این غرازه رو میچلاندم. رفیق بیا که در فلانه موسه برد کار پیدا کردیم. میری که ماش از چند هزار دلار. بنان مشکل خدا یک طرفی برد تو میباشه. تو یک احسای کنین اینا همه تو مثال میه، ولی به خودم خودم در زندگی خود عملا دیدیم. من خودم یک گپی داشت، خب آلی نمیخویم قصره کنم، قصام افشا میشه وقت هم نگیره. من خودم یک چیز در زندگیم شده بود، نه خدا چرا تو نشده، تو نشده، بسیار گله داشتم. اما امروز میگم شکر خدایا او تو نشده بود. اگه تو شده بود آلی ما دیگه آلی یک کم شب بگویم. آلی ما یک معلم شده بودم، زیر دست یک معلم دیگه کار میکردم بودم تا که 10 سال بعد پوهن مل میشدم، بازی تو میشدم. اما ولی بسیار خوش هستم، اون رقم نشد، زندگیم بسیار تغییر کرده. میفهم کور خدا نخواستم برم اینجا، برم بهتر بوده، اینجا خوب رشد کردیم. بنان شما که یک کمک به دقت بینیم میبینین دور براتون که کسی به یک مشکل رو برو شده، ای تخت پرش برش شده کجا رسیده یادم. ای یک دوست ما پس هم میکنم ما ماجر شدیم، ایچی نداشتیم، قندوز ماجر شدیم. من فاکولتی زراعت خوانده بودم، خارجی آمد گفت زراعت کسی، من گفتم زراعت خواندیم. یک لک دلار برم جای جور کرد گداما، گفت این رو پیش بر. آلی میلیونر است، این مواد بادام و چارمغز و اینا روان میکنه، میلیونر شده، ماجر شده بود. اگه ماجر نمیشد، اگر قندوز نمیرفت، او خارجی ها که در خانه از اینا پیش در وطنشان نمیرفت، در قندوز آمدنی بودن و ایام در خانیش باید مشکل پیدا شد، جنگ شد که برای قندوز که از اونا سر بخوره و امروز میلیاردر شد. این اینو از در زندگی ما چون دقت نمی کنیم، ما چون نیت پاک نداریم، خراب شده است پیش ما. تو بنان از امروز که مشکل خدا آمد، یه دفعه پال حرام نخورده باشی که تنبیه نباشه، ببین شاید از مشکل کلانتر نجات پیدا کردی، ببین شاید میخوای یک درجه بالاتر بری. خب اگه اینام نبود، یک کار دیگه است، تعدیل است، تبدیل است. تو درگیر افراط و تفریط شدی، زندگی از کنترلت خارج شده، خدا میخواد که نه پس بیای درا. مثلا یک چند پگک هم جور کردی، خانم جور کردی، ای یک رقم گشنه چشما واری، از صبح مترک گرفتی، از ملازان کار میکنی تا خفتن، از ملازان تا 10 بجه، از ملازان تا 11 بجه شب سواری باشه کار میکنی، نه اولاده میبینی، نه زنم میبینی، نه فرزنده میبینی، هیچ، درگیر پیسه جمع کردن است. خانم خریدی زندگی تام خوبه، این موتر تو رو دوز میبره، دو تا فایده میشه، یکی دو صاحب موتر میشه، یکی تو میری صبح تا شما داده کنید در خانه میبینه این چقدر ناز بودین شما، من شما رو ندیده بودم، میرفتم خواه میامدم خواه. میبینین از افراط و تفریط جلوگیری میکنه. بنام لطفا سر صدا نکوده مشکلات خدا، اگر از جانب خدا میدونی بگو خدایا شکر، راضی بر رضایت هستم.
این آیت قرآن کریم است. آه اینه خوب شدی یادم آمد که قبول کنی. خداوند متعال میگه، میگه شما بعضی چیزا رو میخواین، فکر میکنین به خیرتان است، دالی کو به شرتان است. بعضی چیزا رو فکر میکنین به شرتان است، دالی کو به خیرتان است. میگه شما نمیفهمین، من میفهمم. بنان ما من ایست مسلمان خدا بسپارین. ما در عقب اجاب زمان و مکان است، ما این در دیده نمیتونیم، نمیفهمیم چی با خود میاست. یک شاگرد ما وقت کنکور سه چانس بود، یک سال به طب درس ها نشد، دو سال نه سال سیم در طب البیرونی کامیاب شد، یک ماه از رفت آمدش نشد، هر روز میرفت میامد موتر تکر که تر دو پاش قطع شد. سه سال خدا نمیخواست اما این میخواست. خدا میگه نکو پایت قطع میشه، اما این شاله بود که نه و باید پایم قطع شد. برو برو پایت قطع شد، یک شاله استی برو. نشنیدی؟ میگه بس دعاها که زیان است و هلاک، از کرم می نشنودی از دان پاک. زیاد دعایی که تو علی خدا موتر، علی خدا خواه، نه خدا موتر، چون به ضررت است، خدا من ناشینده میگیره. میگه نشنیدم، بندی حریص آدم خود خواه، نشنیدی می دعایی تایی به ضررت است، خیره تو چون سیمینار رفتی، من همی خواهی موتری که به بدبختی تسمت. و این خاطر اسم همیشه هیچ وقت نگفتیم خدا یک موتر. میگه خدا اگه به خیر مزبته، اگه نی پای پیاده بسیار خوش است، اگه به خیر مز بده، اگه نیست نمیخوایم، خانی به خیر چی کنی؟ من تو شاگردم همین شاگردم به خیر ناکام بانی. میگه استاد چی میگی؟ میگم بچیم خب به خیر ناکام بانی، اگه ناکام مانده نیستی به خیر باشه. هر کامیاب میشی به خیر کامیاب چوی، ولی اگه به خیرت نیست نگرد پشتش. هر چیزی که از بنان دوستای نازنینم، آدم مسلمان، آدم مؤمن، آدمی که مثل تو سیمینار ده، میگه خدایا راضی بر رضایت هستم، راضی بر رضایت هستم. این شعار زندگیت باشه و ببین چقدر زندگی به خوبی، به خوشی، به نیکبختی تیر میشه که لذت میبری. باز تو در هر شکستگی صد تا درستی میبینی. روزی که تو باورت باشه الخیر و فی ما وقی، هر چی که واقع شده خیر دموست. روزی که بینی نیت تو پیش بری، میبینی که زندگی چقدر مزه‌دار است، چقدر لذت میبری و از خدام راضی، از خدام راضی، از خلق خدام راضی میباشی. چقدر نازنین گوش میکنین، چقدر آی مشکلات یاد گرفتین، خوشم آمدین به خدا. من از کل سیمینار کرده این گوش گرفتن شما خوشم میاد. یک رقم دقت میکنین که تو چک چک از یادتان میرد، یک رقم چک چک کنین. سخنران وقتی خوش میشه که چک چک کنین، تشویق شده میره. میگه یک هنرمند نو شروع میکرد که تو شروع میگه تق 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 باز می آد تق 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 بیز دوان کرد. گفت تو بیا برای میمانین بخونه میانی؟ گفت تا که بسر نخونی نمیمانی، ولی که چک چک کنی یعنی که بسر نیست گفا، ولی خیر بینین. باقی بس ما را میمانیم، یک وقت فقط کتا میگیریم که پایز جانشان گفتگوی داره. باز بخیر ما و شما میبینیم که باقی امرای مشکلات چی کردن.